یک بار برای همیشه ماجرای کپی کردن کارت‌های بانکی رو بهتون بگم. اول به این ویدیو با دقت نگاه کنید. دیوانه چه قیمته؟ بفهم. قرمیشون. صدای پایین اومده. رمز آنم بکن چی بودم پشت بیا بالا چیه این داری کب چه اتفاقی افتاد؟ این آقا وقتی که کارتو از مشتری میگیره داخل کارتخون مغازه میکشه، دستشو میبره پایین و داخل این دستگاه که اسکیمر هست اسمش میکشه. این دستگاه به گوشی موبایل وصل میشه و از طریق اپ مخصوص به خودش تمام اطلاعات کارتو کپی میکنه، رمزو هم که از مشتری میگیره. از یه طرف دیگه این دستگاه یه پرینتر کوچیک داره که مخصوص کپی کردن و پرینت کردن کارت‌های بانکیه. یعنی کارت خام هم تو جعبه و پکیج این دستگاه موجوده، جدا هم میتونید بعداً براش بخرید وقتی تموم کردید. میتونید بذارید تو پرینتر این دستگاه، کارت رو کپی کنید و حالا طرف چی کار میکنه؟ همون لحظه نمیره کارت رو کپی کنه ازش استفاده کنه، میذاره یه مدت بگذره، شاید چند ماه بگذره. بعد سر فرصت کارت رو برمیداره، میره یه مغازه، یه خرید سنگین میکنه، بعد حالا شما بگرد و پیداش کن. حالا فکر نکنید این دستگاه رو نمیشه به راحتی پیدا کرد. این پیج رو ببینید، این دوستمون میگه که تو ترکیه تحویل میدم، ولی اگه با چونه هم بزنی ممکنه با پیج یا اسنپ براتون بفرسته در خونت. نکته جالبی هم که داشت، ببینید تو پیجش چی نوشته. یه لطفی بکنید از کسی که نداره نزنید، ما هم عذاب وجدان نداشته باشیم. آخه مردی که تو وجدان حالیته. و در آخر هم که چون ما در کشوری زندگی میکنیم که همه چیزش با همه جای دنیا فرق میکنه خدا رو شکر، ما وقتی میخوایم بریم خرید کنیم طرف کارتو از همون میخواد و شما نمیتونی بگی نه کارتمو نمیدم. یعنی نمیتونی، نه اینکه نتونی بگی، میتونی بگی، منتها طرف با یه اکراهی ممکنه از جنس بهتون نفروشه یه هزار تا ادا اکبر در بیاره، ولی ما کارتو میدیم به فروشنده. فروشنده گاهن هم مثلا ما دست و کارتخونه طرفو نمیبینیم، شاید اون پشت میره یه کارتی میکشه، این دستگاه اسکیمر ممکنه بکشه، ما اینو نمیبینیم. رمزم که قشنگ فریاد میزنیم. حالا حواستون باشه، از فروشنده بخواین که کارتخونو بچرخونه سمت شما، کارت شما خودتون بکشید و رمزش هم توسط این دستگاهی که تو تصویر میبینید به نام پین پد که اکثر فروشگاه معتبر دارن با دست خودتون وارد کنید. تا کلاهبرداری جدید دیگه، خداحافظ.